بالای ابر اومدیم، شاید مثلا 30 ثانیه ادامه مسیر دادیم، خلبان متوجه شد که هلیکوپتر اصلی همراه ما نیست. چون این پرواز نیومد بالا، من یه مرتبه دیدیم که خلبان ما شروع کرد دور زدن، برگشت به سمت عقب و دور زدن. من از کمکشون پرسیدم که چرا برمیگردید، گفت یه هلیکوپترمون نیومد، احتمال میدیم نشسته باشه، احتمال میدیم فرود اضطراری کرده باشه، چون هر چی صداش هم میزنیم ارتباط رادیوییمون قطع پاسخ نمیده. پرسیدم آخرین ارتباط رادیوییتون کی بوده، گفت 1 دقیقه و 30 ثانیه قبل. گفتم کجایی، گفت نمیدونم. گفتم آدرسی مشخصه، چیزی که ما بتونیم بیایم اونجا، گفت که لابلای درخت ها هستم. گفتم بقیه همراهان حالشون خوبه، میبینیشون، دسترسی داری به اونها؟ گفت من هیچ کسو نمیبینم، من تنها هستم. و متوجهم نشدم چی شد و کسی هم اطراف. در فواصل بعدی هم که باز در جستجو بودیم، چون ما بلا فاصله از اونجا، چون برای ما تقریبا معلوم بود که هلیکوپتر دچار سانحه شده، و ما اونجا مأموریت خودمون رو این تعریف کردیم که سریع خودمون رو بتونیم به محل و احوال و شرایط نشون میداد که سایر عزیزانمون، رئیس جمهور شهیدمون و سایر شهدا، اوضاع و احوال و وضعیت اجساد پیدا شده.